ماجرای آقای فردوسی پور چی بود؟ آقای فردوسی پور اشتباهش بود که این برنامه رو سیاسی کرد، یه جاهایی بنظرم از دایره انصاف میداد بیرون. که درباره این خب یه مثال های وجود داره، یه چیه وجود داره که مثلا به من نمونه، یه کسی حالا توی دهاتی یه شهری اومده تو زمین چمن گوسفندا رو چرونده. اون عکس یادمه. حالا این چرونده این عقلش این یه آدم اومده گفت آقا اینجا توی این زمین چمن گوسفندا رو بچرونی این چمنا بهتر در میاد. یه تفکر دیگه خود. حالا این خلاف کرده، بعد کرده، چند دقیقه بعد ما در این موضوع حرف بزنیم؟ چند دقیقه؟ یعنی این ارزش این اون عکس ارسالی بیننده تخلف چقدره؟ 45 دقیقه زیاده. این 45 دقیقه رفته بود. نه ولی بعد نشه. پدر یعنی رودگار اون آدم سیا شد. یا ما الان ساعت 1 بامداد بگیم آقای درباره آقای کفاشیان حرف بزنیم، آقای کفاشیان که نو خوابه. نه نو شب خوابه. حالا میرن همسایه آقای کفاشیان الان بلند شید دارن تو برنامه 90 دوباره شما بودن جوابشون بدید. آقای کفاشیان میارن پشت خط ساعت 1:02 بامداد تا میخوان حرف بزنن میگن ما وقت ما نداریم دیگه برو پیکار. آقای فردوسی بود شب ولایت حضرت زهرا علیه السلام پیران مشکی پوشیده بود که چرا؟ چون آقای حجازی ناصر حجازی مرحوم شد. والا آقای ناصر حجازی آدم مهمیه، بالاخره جزو چهره های برجسته فوتبال و ورزش ایرانه و قابل احترامه. اما وقتی ما آقای ناصر حجازی یا بقیه بزرگان فوتبال بیاریم کنار هم بذاریم در کنار حضرت زهرا علیها السلام، نمیتونیم بگیم که آقا این در اینا اون ایشون رو داریم کنار، بگیم اینا مهمتر هم هستیم. که یه فهرست داره خب اینا رو هم انبار رو هم انباشته میشه. خب چرا گذاشید انباشته بشه؟ چه اتفاقی افتاد؟ حالا چون گوش خب خیلی نمیداد دیگه، به حال نمیداد، به حال دلیل گوش نمیداد دیگه. در دوره آقای زرقامی خب چند بار آقای زرقامی خیز برشن که برنامه 90 تعطیل بشه. حتی به ما گفته آقا امشب یه فیلم سینمایی شما آماده کنید، امشب ما نهاد نداریم. دو مرتبه 2 ساعت مونده به برنامه یا 3 ساعت مونده گفتن نه همون نهاد پخش کنید. دلیل خاصی هم می آورد آقای زرقامی به اینکه نداشته باشه اصلا بیارن ایشون تو چارچوب دیگه. بله این کهدار ملید انجام شد در زمان آقای سرافراز هم ایشون بعد از عید گفتن تو اردیبهشت که برنامه نهاد تعطیل رو بکنید. این تقریباً یک سال بود بیشتر که مدیر تلویزیون بودن که در دوره ایشون هم خب محدودیت های دیگه توی روی برنامه انجام شد. من گفتم اجازه بدن تو ماه خرداد این برنامه این فصلش تموم میشه، ما دیگه تعطیل میشیم برنامه. که دیگه به عمر مدیریت آقای سرافراز کفاف نداد بهشون، مثلا تو همون چند وقت باشت ایشون رفتن. در دوره آقای علی عسکری هم خب همین کلکلا و این بحث ها ادامه داشت و کلن سازمان از عملکردشون راضی نبود تا خورد به دوره آقای فروغی دیگه. بله. یه در دوره آقای فروغی بین ایشون آقای فروغی این اختلافات و دعوا بالا گرفت که منجر میشد که آقای فروغی برنامه رو تعطیل کنه. تصمیم خودش بود یا نه؟ نه تصمیم سازمان بود، تصمیم آقای فروغی نبود. این نبود. این هم خب این هم این سابقه چندی ساله داشت که این برنامه قرار بود تعطیل بشه. این قرار خورد نام آقای فروغی. یعنی این شاید در دوره من هم بود انتقام میخورد. ولی اگه من بودم به هر حال شاید یه جوری با آقای فردوسی پور کنار میمدم. آقا اگه میخوای کار کنی باید مثل آدم بشینی، این کارو نکنی، تایم زمان برنامه اینه، این آیتم اینه. اون آیا قبول میکنه ادامه میدادیم؟ قبول نمیکنه خب ادامه نمیدادیم دیگه. ولی با آقای فروغی خود به کلکل هم افتادن دیگه. یعنی یه بهانه های درست شد که برنامه تعطیل بشه دیگه.
الان تو جامعه ما مثلا میان کاسه کودار سر آقای فروغی میشکنن، خب این بی انصافیه، یه تصمیم فرافروغیه اینجا.